نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. هر که دل در گروه چون تو غزالی دارد، هر که دل در گروه چون تو غزالی دارد، از فراغت چه بگویم که چه حالی دارم. مستم از شوق تو بر بود به من ای خوش خط و خال، لب میگون تو با من چه خیالی دارم، لب میگون تو با من چه خیالی دارم. آشنای دل من هستی و محبوب منی، گرچه در خانه بی نشدی تازه عروس، تو به یک عهد وفادار نماندی، اما دور از روی تو من موندم و صد تا سر تا سر در تا که دنیا دنیاست، سر تا سر در تا که دنیا دنیاست، تنها دل زار خسته من تنها، ای دل مخور اندوه و غم از تنهایی، آری مخور اندوه، خدا هم تنهاست، آری مخور اندوه، خدا هم تنهاست. با درود و مهر فراوان بر هممیهنان عالی‌قدر و گرانمایه و تمام پارسی زبانان در گستره جهان، صدا و تصویری را که شنیدید و مشاهده فرمودید از زنده یاد حمید قنبری بود، بزرگ مردی که به تحقیق از مفاخر فرهنگی ایران زمین به شمار می رود. حمید قنبری با قابلیت‌های متفاوت در زمینه‌های تئاتر، سینما، رادیو و کار دوبلوری، ستاره‌ای درخشان در آسمان فرهنگ و هنر ایران زمین هست. حمید قنبری از صدای بسیار زیبایی برخوردار بود. همانطور که خودش اظهار می‌کرد،
میگفت من دو نوع ترانه میخونم، یکی ترانه های جدی و یکی ترانه های فکاهی، که اینها رو اکثرا دو صداهه با خوانندگانی چون خانم گوگوش، خانم رامش، خانم پوران و خانم شهین اجرا میکردن و این خودش اصلا یک پایه‌ای شد برای آهنگسازان اون زمان که ترانه های دو صدایی رو ابداع کردن. حمید قنبری در کار رادیو بسیار بسیار فعالیت داشت و یکی از پرکارترین کاراکترهای رادیویی بود. حمید قنبری رو باید گفت که در واقع از یکی دو معدود کسانی هست که واقعا پایه‌گذار موسیقی پاپ در ایران بودند. کسانی که امروز در کار موسیقی پاپ هستند باید یک نگاهی به اون روزگاران و نگاه به آقای حمید قنبری و دیگران بیندازن که ببینن چگونه زمینه ساز موسیقی پاپ در اون روزگاران شدن. حمید قنبری در رادیو همونطور که عرض کردم تیپ‌های متفاوتی رو اجرا میکرد، در نمایشنامه هایی در صبح جمعه که به نام شما و رادیو بود که به کارگردانی شاهرخ نادری اجرا میشد و در این نمایشنامه ها چه نویسندگان و شعرهای بزرگی چون پرویز خطیبی، ابوالقاسم حالت، کریم فکور، مهدی سهیلی و دیگران مطالبی می نوشتن و نمایشنامه هایی رو می نوشتن که با کاراکترهای مختلف مثل مجید محسنی، اکبر مشکین، علی تابش، مقبلی و در رأس همشون حمید قنبری، از خانم ها اشرف کاشانی، خانم مهین دیهیم، آذر پژوهش و اینها یک مجموعه ای رو درست میکردن که این نمایشنامه ها به قدری جالب بود که در اون روزگاران که تلویزیون گستردگی امروز رو نداشت و همه اکثرا به رادیو گوش میکردن، حتی مردم در رفتن به کوه، به دشت و صحرا یا در مهمانی یا در منازل خودشون به رادیو روزهای جمعه گوش میکردن و این کاراکترهای بسیار بسیار قوی و ارزنده رو بهشون گوش میکردن و واقعا روز شادی رو پشت سر میگذاشتن. توجه میکنیم به صحبتهای حمید قنبری که چگونه در راه هنر قدم برداشت. من حمید قنبری هستم و لازمه که این رو بگم. دوره دبستان رو رفتم در دبستان ابن سینا در خیابان سپه. اونجا دوران ابتدایی رو تمام کردم و بعد وارد دبیرستان شدم. بعدم وارد هنرستان هنرپیشگی شدم و کارهای هنری رو شروع کردم. در دبیرستانم که بودم گهگاه که تئاتر می‌ذاشتیم من جزء علاقمندان تئاتر بودم. تقریبا اون وقت بعضیا پیش بینی می‌کردن که من اگر وارد کار تئاتر بشم یا سینما یا امثال هم میتونم آدم موفقی بشم. حالا خودم نمیدونم که اصلا موفق بودم یا نبودم، به هر صورت همین است که هستم و خودم رو باز کسی نمیدونم. همیشه شاگرد بودم، امروزم شاگردم که کاری ندارم. من وقتی وارد دبیرستان شدم یه روزی رد می شدم از خیابون لاله‌زار، یه تابلوی نظرم رو جلب کرد. دیدم نوشته هنرستان هنرپیشگی. گفتم ای مگه ما در تهران هم همچین مدرسه ای داریم؟ رفتم دنبال این که تحتوی کار قضیه رو در بیارم ببینم چی هست چی نیست. فهمیدم که این هنرستان از کلاس مدرک 8 یا 9 دبیرستان رو قبول میکنه و 2 سالم دوره این دبیرستان هست، یعنی هنرستان. بعد علاقمند شدم با یکی از دوستانم که الان در بین ما نیست، روح شاد،
محمد علی جعفری هم کلاس بودیم در هنرستان صنعتی، با ایشون در میون گذاشتم. اونم علاقه داشت، به خصوص که داییش یکی از هنرمندان با سابقه کار تئاتر و اینها بود، اونم علاقمند بود. دو نفری رفتیم در دنبال این کار بودیم که دیدیم این مدرسه هست، رفتیم از نزدیک وارد بشیم. از پشت پنجره که رد می شدیم شاگرده زنگ زدم و رفتن سر کلاس، جلب نظرم کرد یکی از همشاگردیام، دیدم این نشسته تو کلاس، دیدم آقای نصرت کریمی. خیلی خوشحال شدم، دیدم راهنمای خوب میتونه باشه. فرش که آمدیم هنرستان صنعتی هم کلاس بودیم، من و مرحوم محمد علی جعفری بهش اصرار کردیم که کریمی جون ما رو هم باید ببریم این مدرسه که تو رفتی. گفت من الان دو سه ماست دارم میرم، فکر نمی کنم الان شما رو قبول کنن. نه، گفتم حالا تا بریم جلو ببینیم چی میشه. رئیس مدرسه کیه؟ گفتن آقای سیدعلی خان نصر. گفتیم چیکار است؟ گفتن معاون وزارت پیش و هنره. گفتیم خیلی خوب، از اینکه ما هنرستان صنعتی هستیم میتونیم که دسترسی بهش پیدا کنیم. فرداش این ور اون ور جستجو کردیم که راهش چیه، چاهش چیه. همه جا رو به حساب ارزیابی کردیم که چجوری میتونیم وارد بشیم. دیدیم که نه، با دو سه ماهی که دیدیم با دو سه ماهی که ما دیرتر میریم چیز را دست نمیدیم، چون این دورش دو ساله، یه دو سال، سال اول سال علمی است، بعدم سال عملیه که کارهای بازیگری و اینها رو باید یاد گرفت. رفتیم اول جای مدرسه رو دیدیم از دور، با بعضیا صحبت کردیم، یکی از دوستان گیر آوردیم که با او صحبت کردم، اسمش رو گفتم. فرداش سر کلاس مدرسه که بودیم باهاش در میون گذاشتیم که آقا اینجا که تو داری میری اوضاع حالش چیه؟ گفت خیلی خوبه، من الان دارم دو سه ماهی میام اینجا و چون علاقه دارم به این کار میخوام در این رشته کار کنم. گفتم بس قربونتم، دست ما رو هم بگیر ببر به اونجا. و قرار شد فردای اون روز بریم به هنرستان و هنرپیشگی. معاون این مدرسه آقای عنایت‌الله خان شیبانی بود، پدر جمشید شیبانی، ناظم مدرسه بود. رئیسش هم آقای نصر بود که اون وقت معاون وزارت هنر بود. رفتیم پلو ایشون رو و ایشون گفت دو سه ماه گذشته ولی میپذیریم شما رو، بعد تا ببینیم چی میشه، انشالله بتونید برسید این دو سه ماه رو پر کنید. قول دادیم به ایشون رو، ما رو برد خدمت آقای نصر، یادش به خیر، معرفیمون کرد. ایشون گفتش که دو سه ماه گذشته، باید کوشش کنید که خودتون رو برسونید. این سال علمیمون بود، سال اول. خب رسوندیم خودمون رو، تقریبا داشت سلس اول امتحان شروع می شد. سال عملی که رسید، رو علاقه که من و جعفری داشتیم خودمون رو رسوندیم به سایر شاگردا و با اونها واقعا وقتی نشستیم دیدیم که هم وزن شدیم. هم کلاسی هایی که در اون وقت داشتیم، من یادم هست که مصطفی اسکویی بود، محمد زندی بود و چندی نفر دیگه. سر کلاس رفتیم و درس مرسا رو نگاه کردیم و درس های علمی رو ما رسوندیم. امتحانات هم از عهده‌اش تونستیم بر بیاییم. سال علمیمون تمام شد، سال عملی شد. میدونستیم که در سال عملی ما میتونیم موفق بشیم و شروع کردیم با حالا رسیدیم به دوستانی که قبل از ما آمده بودن، خودمون رو رسونده بودیم به اینها. در سال عملی نمیخوام از خودم تعریف کنم یا از
جعفری تعریف کنم، ما خودمون رو رسوندیم به دیگران، بلکه در یک رده‌ای قرار گرفتیم که امتحاناتش برای ما خیلی آسان بود. اون امتحانات هم گذروندیم. رئیس این هنرستان زنده یاد آقای نصر بود، سید علی خان نصر، که هم معاون وزارت پیش هنر بود و هم رئیس هنرستان هنرپیشگی. در اونجا ما اساتید بسیار عالی مقامی داشتیم، از جمله عارفی خان حالتی، حسن علی نصر، دکتر مهدی نامدار. برای سال بعدم که سال عملی بود خیلی ما تشکر کردیم اون روز از آقای حالتی که آقای نوشین را آورد به مدرسه ما. میخوام بگم جزء افتخارات ما استاد عبدالحسین نوشین بود که فقط همون دوره سوم آمد به هنرستان هنرپیشگی، یعنی همون دوره که ما بودیم سال عملی و قبلش نیامده بود. بعدش هم دوره ما که تمام شد ایشون دیگه رفت دنبال کارهای تئاتری خودشون و در اون دوره ما شانس آوردیم که دوره درخشانی بود. علاوه بر عبدالحسین نوشین استاد، دیگر اساتیدمون هم در رشته‌های مختلف استادای گرانقدری بودند. ما کوشش کردیم تا اونجا که جا داشت و استعداد داشتیم از اینها نهایت استفاده رو کردیم. در رشته‌های موسیقی و امثال هم اساتید دیگری داشتیم. خلاصه برای شروع به کار یک مدرسه بسیار بسیار خوبی گذروندیم. پایه قرصی کرد وضع ما رو. اگر نمی رفتیم این مدرسه رو راضی نبودیم از کاری که می‌خواستیم شروع کنیم. و من توصیه‌ام به دیگران این است که هر کاری که میخوان بکنن اگر از نظر کلاسیک شروع بکنن اینها پایشون قرص میشه و محکم میشه و حتما موفق میشن در اون کاری که دارن. حالا من ممکنه ادعایی نداشتم راجع به کارم که آدم خیلی خیلی موفقی بودم، ولی اینطور که دوستان میگفتن رو علاقه‌ای که داشتم بد نبوده، وضعم ناموفق نبودم. دل به تو دادم که یار من باشی، در شب تیره کنار من باشی. آه ز فراقت چنان اسیرم من، از چه کشیدی ز دست من دامن. بوتا چگونه شود فراموش من، شبی که بودی چو جان در آغوش من. چه کردم ای بوت پری پیکرم، چه پر شد آخر ز خون دل ساغرم. یار پیمان شکن عشق تو در دل من، ای گل زیبا امید دلها، دلدار بی همتا. از تار موی تو تیره شد روزگارم، این آه سوزان این چشم گریان زد آتشم بر جان. دل به تو دادم که یار من باشی، در شب تیره کنار من باشی.
فراغت چنان اسیرم من. از چه کشیدی ز دست من دامن، بوتا چگونه شود فراموش من، شبی که بودی چو جان در آغوش من. چه کردم ای بوت پری پیکرم، که پر شد آخر ز خون دل ساغرم. یار پیمان شکن عشق تو در دل من، ای گل زیبا امید دلها دلدار بی همتا. از تار موی تو تیره شد روزگارم، این آه سوزان این چشم گریان زد آتشم برکن. اون وقتا یک چیزی مرسوم بود که بین پرده ها یکی از هنرپیشه ها که صدایی داشت می آمد پیش پرده می خوند. این پیش پرده ها از این جهت می گرفت که خیلی جنبه انتقادی داشت. ممکن هست که مثلا بعضی وقتا بعضی ها می خوندن که جنبه انتقادی نداشت، ولی اصولا هر چه که جنبه انتقادی داشت مردم بهتر می پذیرفتن. زمانی که من دارم برای شما این رو عرض می کنم، موقعی بود که مرحوم منزوی اشعاری میخوند بسیار بسیار قشنگ علیه اعتیاد و تنقید میکرد از اعتیاد، و مردم خیلی خیلی مرید این کار بودند. بعد ایشون مجید محسنی در این کار میخوند که همیشه برای من قابل احترام بود تا زنده بود، حالا که ما میگیم زنده یاد، برای اینکه خیلی آدم موفقی بود و من واقعا ایشون رو در کار موفقیت الگویی قرار دادم که چجور شروع کرده بود و حالا موفق شده. تقریبا همون روال رو من رفتم جلو و حالا نمیخوام بگم که موفق بودم یا نبودم، این موفق نبودم ادامه کار برام میسر نبود. خیلی زود این راه 100 ساله رو من به یه جای خیلی نزدیک رسوندم و شروع کردم به خوندن، البته بدون اینکه لطمه‌ای به کار تئاترم بخوره. در اون وقت رولای اول پیس رو بعضی کارگردان‌ها به من می‌دادن، مثل عارفی خان حالتی یادش بخیر، یا مویز دیوان فکری، دریابگی، یکی دو دفعه زندیات دکتر نامدار. و علاوه بر این کار پیسایی که بهم میدادن موفق بود. اگر کاری نداشتم راجب پیس، بعد شروع میکردیم یک آهنگی پیدا میکردیم و یه شعر زیبایی پیدا میکردیم. شاعرای اون وقتم زندیات پرویز خطیبی بود، زندیات ابوالقاسم حالت بود، اینها برامون شعر می ساختند و در روی صحنه به عنوان پیش پرده ما می خوندیم. و این کارم قبل از من یکی دو نفر دیگه بودند که اسمشون رو آوردم و این کار کپیه کرده بودن از کارهای تئاتری فرانسه و دیگه ما مطابق رسوم خودمون رو آهنگایی که مردم دوست داشتن، آهنگای ایرانی و اشعاری که مثل پرویز خطیبی، ابوالقاسم حالت و امثال هم میگفتن. اون وقتی که ما پیسی نداشتیم، رولی نبود من مثلا بازی کنم برای برنامه بعد، شعری تهیه میکردن، اون شعر رو به عنوان پیش پرده میخوندیم. و قبل از منم گفتم که مجید محسنی بود چندین سال و منم چندین سال همزمان با کار تئاتری، اون وقت که رول نداشتم این کار میکردم، وقت رول داشتم که خب معلومه که رولم بازی میکردم. بعد از من عزت‌الله انتظامی آمد و آقای مرتضی احمدی بود، اونا در تئاترهای دیگه بودن،
میخوندند. البته دو سه سال گذشته بود از کارای من و اون وقت من دیگه به عنوان راهنمای دوستان بودم. خودم هم که چندین سال در تئاتر که رول نداشتم پیش پرده ها رو میخوندم. همونطوری که به استحضارتون رسوندم، حمید قنبری صدای بسیار زیبایی داشت و ترانه های جدی و فکاهی میخوند. ترانه های فکاهی امروز نویسندگان بزرگی که در اون زمان بودن که شاعر هم بودن، هر گونه اتفاقات و مواردی که در اجتماع رخ میداد و این مطابق و بر وفق سنت و آداب و رسوم نبود، اینها هفته بعد اون موضوعات رو، موضوعات انتقادی ممکن بود باشه، به صورت شعر و به صورت طنز در می آوردن که با صدای خوانندگان که آقای حمید قنبری بود و بعضی از خواننده‌های زن دیگر مثل خانم گوگوش، خانم رامش و خانم شهین این برنامه ها رو اجرا می کردن. تأثیر پذیری اینها به دو مناسبته، یکی اولا که موسیقی بود و دیگر این که طنز بود، بسیار بسیار اثر می گذاشت در اجتماع. به سه تا از این آهنگ های فکاهی گوش می کنیم و حمید قنبری خودش یک توضیحات کوچکی هست که در اول این آهنگ های فکاهی میده. آهنگ هایی هستش که بسیار بسیار جالب هست و یکی از آهنگ ها با خانم گوگوش، یکی با خانم رامش و یکی هم با خانم شهین خونده شده. توجه می‌فرمایید. یه آهنگ فوکایی دیگری که من اجرا کردم دو صدایی بود، به اتفاق خانم گوگوش من خوندم. سوژه این بود که در به در دنبال تاکسی می‌گشتیم. تاکسی مد شده بود، کار روز بود، هم نیاز داشتن. همینطور تو خیابون وای می‌سادیم یه نیم ساعت دنبال تاکسی، هی داد می‌زدیم تاکسی تاکسی، همینطور نام مثل برق از جلو نظرمون دور می‌شدن. تاکسی تاکسی نگردا. ای تاکسی خالی تو رو به خدا ده بیا بیا، شدم بیپا دارم میفتم وسط خیابو. ای خانم طلا بفرما بالا، عشق نیا که دیگه میخوام دوباره بشم شوپر بیابون. خیلی متشکرم که ترمز کردین، باور کن پام داشت له میشد. خانم جون آخه ما چه تقصیری داریم؟ مسافر زیاده، تاکسی کم، رادیو هم هی بی خودی ما رو دست میندازه. ملاحظه کردین؟ تا مسافر پیاده شد فوراً ما شما رو سوار کردیم. باور کنیم. خدا رحمت کنه ننه و بابا تو. خدا رحمت کنه پدر مادر شما رو خانم. خدا نگهداره قوم و خویشاتو. خدا شما رو عزت بده. صبح تا حالا بودم خمار تاکسی. میدونم. خدا رو شکر شدم سوار تاکسی. الهی خدا رو شکر. الهی شکر. خانم جون چی کار میشه کرد؟ اگه اضافه سوار کنم جریمه میشم، ولی من که پول بعدم نمیاد، پول چیز خوبیه دیگه. اگه سوار کنم بند اضافه چی میشه؟ میگیرن مامورا برام قیافه. باور کن از اون وقتی که این قانون به پا شد، همه تاکسی قرازه ها طلا شد. باور کن والا تخم تاکسی رو تو این شهر ملخ خورده. میدونی تاکسی تو این شهر چه جوری شده؟ چه جوری شده خانم؟ همه ستاره شدن تو آسمون ها. نکنه آپولو شدن؟ همه میمیرن براش پیرا و جوون ها. راست میگی؟ والا آی تاکسی مامانی. جانم چی میگی؟ من اینجا. همه ستاره شدن تو آسمون ها، که میمیرن براش پیرا و جوون ها. آی تاکسی مامانی. بله من اینجام خانم.
متاسفانه بعضی وقتها یه اتفاقات میافتاد، مثلا چند نفر خانومی که در شأنشون بود، وضعشون خوب بود، مثلا سوار اتومبیل میشدن، بعد بعضی دیگر که هیچ امکانات اینجوری نداشتن، اینا هم ادعا میکردن که ما ماشین میخواییم، در صورت که اصلا وضع زندگیشون نمی اومد به اینکه اینها اجازه بده وضع مالیشون که این خانم سوار ماشین بشه. البته اینا هم که میگفتیم اینا آدم های استثنایی بودن، همه این کار نمی کردن. بعضی ها که ادعای این کار داشتن، ما جنبه انتقادیش میچسبیدیم که نباید اینطور باشه. این آهنگو من با خانم رامش دو صدایی اجرا کردیم. ببین راستی یه موضوع خیلی مهمی رو یادم. چه موضوعی هست؟ خیلی اصلا یه موضوع حیاتی. حیاتیه؟ آره. بگو جانم بگو. میگم چیه؟ میخوام بگم ماشین میخوام روم نمیشه. چی؟ جون خودم جون پاپام روم نمیشه. یالا برو بخر برام روم نمیشه. میخوام بگم پول ندارم روم خب نمیشه. خب به من چه که پول چه تو به تو چه مینو؟ تو زن منی آخه. خب آخه منم ماشین میخوام. تو فکر داشته باش پول ندارم. امروز همه دارن یه ماشین داشته باشن. منیژه و مهین و پر منیر و شعلام دارم. من موندم اقل از اون ها. دست دست نکن به جنب دیالا. چی رو به جنبم؟ پول ندارم. چیز عجیبیه هم که به جنب. اگر که ماشین نخری قر میکنم. قر میکنی؟ دیگه تو رو بیرون از این شهر میکنم. زندگی رو به کام تو زهر میکنم. میخوام بگم گوشتو بیار جلو بگو. پول ندارم روم نمیشه. خب به من چی؟ چطور به تو چه؟ آخه زن یه کمی فکر داشته باش. چیزی مد شده بود در خارج به نام هیپی گری که با فرهنگ ما جور در نمی اومد و ممکنه مورد توجه عده‌ای قلیلی فقط قرار می گرفت. موهاشون رو بلند بکنن و نمیدونم آرایش های خاصی به خودشون بدن. یکی از چیزهایی که اون روز خونده شد و مورد توجه مردمان عاقل قرار گرفت همین شعر هیپی بود که بسیار بسیار مورد توجه مردم بود و در قالب انتقاد فقط. هیپی این دو روز زندگانی میگذره، عمر آدم مثل گنجش میپره. عاشقم من با نگاهی دل خوشم، تیغ آبی آه قرمز میکشم. I wanna hold you darling, come on, come on baby. که باشد پیرهنه تو قرمزی، ریش گذاشتی آدمی تو یا بزی. بزم هش لنگ و تخت بی خود میزنی، دختری تو نیم چه مردی یا زنی. حالا دیگه دور ما دنیا پر از کیمیا، خونم توی موچه هاست، گشنه ام من شام امشب با خدا. با این زلف بی تلی آره چیه؟ تنبلی اسم چیه؟ مملی. بچه ها به میگن مامی. مکومبا حالا دیدی دختر هیپی چیه؟ منی میگن هیپی پدر بیتلا. دلت بسوزه. واه 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 دلم بسوزه. تو دیگه حال منو به هم زدی. آخه این ریخ تو برای خودت ساختی. برو فکر زندگی کن، برو کار کن، برو فکر درخت باش. واقعا که خجالت داره برای مردی بزنه تو. دلم به هم خوش. آخه چه کنم کاری ندارم، بی کفنی زنده ام. یک جو تو سرم من مخ ندارم، دل ز هستی کنده ام. اگه مخ داشتی که این کارا رو نمی کردی، این اختار از خودت در نمی آوردی. طول
صد تو باشد صد و دو هیکل بی خاصیت حال زار تو شامه تار تو میخونم از ناسیت تو که میگی دخترا چرا مینی جوب دارم به سرای مثل تو صد درجه بدتر. حمید قنبری این هنرمند عالی قدر و ارزنده به مناسبت 50 سال خدمت خودش به فرهنگ و هنر ایران واقعا یک فرد شاخصی بود و به همین مناسبت تجلیل‌ها و بزرگداشت‌ها و گرامی‌داشت‌های متفاوتی از سازمان طرف سازمان‌های فرهنگی از حمید قنبری به عمل می‌آورد که در یکی از اون بزرگداشت‌ها که بنده از طرف انجمن همیاری ایرانیان در تهران گرفتم و برگزار شد که در این بزرگداشت لوح یادبودی توسط هنرمند عالی قد و بیقرین کشورمون آقای محمد رضا شجریان به ایشون اهدا شد، من یک سوال از حمید قنبری کردم که چگونه حمید قنبری جری لوئیس رو برای ایرانیان بسیار بسیار با صدای قشنگ خودش علاقمند کرد، تمام ایرانی ها علاقمند شدن به جری لوئیس به خاطر صدای حمید قنبری. به این کلیپ توجه بفرمایید. جناب قنبری، من یه سوال از شما بکنم. شما حدود 300 قطعه همین ترانه های نشاط انگیز و 450 قطعات فرخاهی خوندید و البته بعد از زنده یاد مجید محسنی شما این کار رو کردید و ما می‌دونیم که شما در عرض 11 سال به کار تئاتر و سینما روی آوردید و شما همه به خاطر داریم جری لوئیس و آقای قنبری در ایران جری لوئیس کرد و بیشتر از 35 فیلم ایشون رو دوبلوری کرده. یعنی جناب آقای قنبری با قابلیت‌های متعدد در کار دوبلوری، در کار تئاتر، در کار سینما این چنین فعالیت داشتن. استدعا می‌کنم که توضیحاتی در این زمینه بدید اگر که بعد. من مسئول کارهای سنفی هنرمندان شدم از اونجایی که علاقه داشتم. بعد اونم یه توضیح کوچیکی براتون بدم. من 1330 کار سینما شروع کردم. سینمای اون روز اولین فیلمی هم که بازی کردم به نام دستکش سفید بود با همون خانمی که میخون با هم به نام ناهید سرفراز، با مرحوم تفکری، با خانم چایر آزاد و چند نفر دیگه. فیلمم اون روز خیلی گرفت، دستکش سفید 16 میلیمتری هم بود، سیاه‌سفید. بعدش فیلمای دیگری بازی کردم، یه فیلم هم عروس کدومه فراق قفاری ساخت که من باز رو لعبرش رو داشتم. آخرین فیلم هم که بازی کردم سیامکی آسانی درست کرد که من و ملک مطیعی بودیم با خانم پوران. 16 تا جمعاً تعداد فیلم هایی شد که من اجرا کردم. بعد در همین ضمن اومدن عقب من برای کار دوبله. فیلم هایی که من بازی میکردم خودم بود، صدا میذاشتم روی فیلم. میدونید همین کار صدا گذاشتنم یک فن خاصیه. به هم دلیلی دلی از اون افشاها دوبلور دارن، کسان دیگه جاشون حرف میزنن. آمدن عقب من که آقا بی دوبله کن. من هم اینقدر اون وقتا گرفتار بودم که واقعا وقت سرخاروندن نداشتم. گفتم من نمیتونم بیام دوبله کنم. گفتن آقا بیا یه آرتیستیه به نام جری لوئیس، با چندین نفر تمرین کردیم نشده، شما بیا ببین میشه یه صدای به این بذاریم. من که با خیلی اکراه آقای لطیف پورم بود مدیر دوبلاژ آمد و من رفتم فیلم رو دیدم. خیلی تعجب کردم که آرتیست تنده چیزیه، چه حرکاتی میکنه، همینطور اکشن، صداها عجیب غریب، چینی میشه، انگلیسی میشه، درویش میشه، نمیدونم. یک کار عجیبیه. فیلم رو دیدم، گفتم باشه من دو سه روزش فکر کنم. رفتم فکر کردم، باز گفتم زنگ زدم بهشون گفتم فیلم رو بذار من بیام ببینم. باز فیلم رو گذاشتن، فیلم به نام کلافه، واقعا کلافه میکرد.
من فیلم رو باز دیدم خیلی اونم چه پر قدرتیه و سینمایی باید بگذارم که فردا بگم حداقل من دور بگم چون ارزش این رو داشته باشه این مرد رو من خرابش نکنم. فیلم رو گذاشتم دیدم باز گفتم باشه من فردا من فردای سومین روز بود رفتم فیلم رو که گذاشتم من یه خود دیدم صدای این یه صدای غیره متعادله یه ونگی داره تو صداش آهنگ خاصی داره میخواد بگه که اسم شما چیه میگه What is your name? ونگی میزنه بعد مثلا یه چهار سیلابش رو مثلا میگفتش که من بمیرم من دلم بودم جاش گفتم من بمیرم دیدم که خودش همین صدا یه چهار دفعه گفتم من بمیرم دیدم نه نقش درست میشه گفتم آقا یه ضبط صوت بیاریم گفتم بچه میخوایی گفتم کوکم در میره اینه میره ایسا گفتم ضبط صوت بیاریم ضبط گذاشتن و چهار دفعه گفتم من بمیرم گفتم این ضبط رو فردا بذاریم من کوکم در نره چون فردا ممکن یه جور دیگه من بگم اینو درست مثل کار ویورون روز اینو ضبط صوت آوردن و از فردا شروع کردیم این کار تونستیم که تو فیلمو برقرار کنیم و جاهای دیگم که خالی بود جناب من اون چه مطلب خوشمزه ای بود که از دست سانسور باید در بره من میذاشتم تو این که سانسور رو سانسور نکنن به این شهر اینا رو پر میکردم تا اینکه این فیلم ها میومد و مردم میدن این ترانه روزم توشه و قابل قبول بود برشون یعنی این کار که به موفق شده بود سعی کردم که اون هنرپیشه واقعا خراب نکرده باشم اجازه میخواهم که از جناب آقای انوری افتدا بکنم که تشریف بیارن شما مهمان ارجنده ای رو دعوت کردید و من میخوام از ایشون استدعا بکنم که تشریف بیارن اینجا و این لوحه رو خدمت شما بدن. جناب آقای شجریان ممکن است ایش بیارن. I'm
شوق تو گذشتم ز کوه و دشت. بیا کن نوازشم که گذشته ها گذشت. به عشق و وفا قسم به هم بست جان ما، نشود دگر خموش شعله نهان ما. واقعا من شرمندم و شاکر هستم از ملت ایران که چندین بار در مجالس مختلف که به صورت تجلیل بوده، من خودم رو لیاقت این همه محبتشون نمیدونستم، تشکیل دادند و تجلیل کردن از من، در صورت که کار من اون چنانی اصلا به اون صورتی که مردم محبت میکنن خودم لایق اون محبت هستن نمیدونم. و همیشه هم شاکر بودم از مردمی که از من انتقاد کردن، من را راهنمایی کردن، قدم صحیح بردارم. تا الان راضی هستم از اینکه اینقدر مردم محبت به من کردن، اینقدر خجالتم دادند. میدونم همشون برای اصلاح کار خاطر من بوده و منم متشکرم از این همین محبتی که مردم به من داشتند. برنامه ای که از نظرتون گذشت قسمتی از فیلم سه ساعته ای هست که از زندگی نامه استاد حمید قنبری بود و این هنرمند عالی قدر با این استعداد، فقدان و نبودش واقعا ضایعی‌ست برای فرهنگ و هنر ایران و من این ضایعه رو در درجه اول به جامعه هنری ایران و بعد به اقوام آقای حمید قنبری، به ویژه به شهریار قنبری، این شاعر و ترانه‌سرای ارزنده و معاصر ایران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. امیدوار هستم که قدر هنرمندانی که بین ما هستند الان رو بدونیم و به اونها القا بکنیم که چقدر دوستشون داریم و چقدر وجودشون برای ما مغتنم هست. خدا نگهدار. تبلیغات شما با بخش بازرگانی پیام جوان رساتر از همیشه، فراتر از مرزها، همراه با آخرین تکنولوژی روز در مجله، اینترنت، تلویزیون و تلفن همراه برای همگان قابل دسترسی است. با ما باشید تا همیشه جوان باشید.